فرض کن اگه برای مدل سازی کردن این ویلچره اومدی یک بازه زمانی 10 ساعته رو شما وقت گذاشتی، همین ویلچر توی جلسات آینده تبدیل میشه به 5 ساعت، میشه به 2 ساعت، میشه به 1 ساعت و میتونی توی بازه‌های زمانی خیلی کوتاه‌تر با فرامینی که من به شما یاد میدم بیاین شروع کنید اینا رو مدل سازی کردن. پس سرعت مدل سازی شما بالا میره. زمانی که شما دارید از فرمان لاین استفاده میکنید، اگر که احیاناً نیاز داشتین که یک گوشه خمیده توی کارتون ایجاد کنین، چی کار باید انجام بدید؟ کاری که شما باید انجام بدید اینه که بچه ها بیاین کلیک سمت چپ موس رو نگه دارید و درگ کنید. با درگ کردن همونطور که داریم میبینین بچه ها به سادگی اومد گوشه یک کار رو برای ما به صورت خمیده در آورد. هر زمان که به خمیدگی مورد نظر شما رسید، دستتون رو از روی کلیک سمت چپ رها میکنید. برای صاف کردن این خط چه راهکاری وجود داره؟ راهکاری که وجود داره با استفاده کردن از کلید دو یا همون گزینه سگمنت، لبه مورد نظر رو من بیام انتخاب کنم، با فعال کردن فرمان اسکیل محور عمود به خط انتخاب رو بیام انتخابش کنم، میشه چی؟ محور ایکس. میام اینو طی دو مرحله سکیلش میکنم. مرحله اول که سکیلش کردم ادامه میدم تا خط کاملا صاف شه، دستم از روی موس رها میکنم و مرحله دوم میام مجددا سکیل میکنم تا خط رو به صورت 100% و درست برای من صاف کنه. سریع ترین روشی که بچه ها یک شکل دو بودی رو بچه ها ما میتونستیم بود بدیم، استفاده کردن از چک مارک اینیبلین رندر و اینیبلین ویوپورت بود. توی این روش شکل دو بودی رو بچه ها به صورت تو خالی میومد برای ما بود میداد که یا سطح مقطعش دایره ای شکل بود یا سطح مقطعش مستطیلی شکل بود، درسته؟ اما یک مودیفایر یا ویرایشگر چه ویژگی هایی بچه ها داره؟ زمانی که شما از یک مودیفایر یا ویرایشگر استفاده میکنید، از ویژگی هایی که میتونید براش در نظر بگیرید اینه که آقا جان، شما با استفاده کردن از این آیکون چشمی که وجود داره میتونید اون مودیفایر یا ویرایشگر رو خاموش و یا روشن کنید. اگه من برگردم داخل تنظیمات ادیت اسپلاین و چک شوین ریزالت رو بزنم، با زدن کلید 3 این اسپلاین رو انتخاب کنم، همونجوری که داریم میبینی به سادگی میتونم بیام مدیریتش کنم. بچه ها توی کدوم یکی از نرم افزارهای سه‌بعدی که تا امروز کار کردین اینقدر دستتون بازه توی مدیریت کردن؟ شما همون اتوکد یا نرم افزارهای مشابه رو در نظر بگیر، وقتی یک سرود میکنی انگار دیگه دنیا به آخر رسیده، قدم از قدم نمیتونی برداری. اما اینجا نگاه کن چقدر راحت داری ویرایش میکنی.